سلام. علیکم سلام آقا سیاوش. آخ 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 اگه بدونی چقدر از صبح دویدم این هاردار رو بیارم برات. بگی بزن به کامپیوتر ببینیم چیه. گذاشتمش تو جعبه پیتزا تابلو نشه. ای خدا. بوش مهدانی که ای دست تو زرنگی دیگه زرنگ گول نمیخوری. بخونوشه جونه سیاوش بذار من واو میکنم عجله نکن. مکاندو رو که گمش نکردی که؟ آخه من کسی رو گم کردم. این چه حرفیه؟ من دیگریس بانک بابا باشه غلط کردم تو نابغه ای اصلا روی دست که نداری چی دستت هم فول حفظی. این آدرس شماره تلفن مهندس خلفی رو میتونی هم مکانلو بگیری؟ باهاش صحبت کنیم یه قراری بذاریم یه کاری بکنیم. باشه ولی تو هم خواهشن دو تا کلمه میتونی رو گمش نکنی. این دو تا فقط نگو. سوسر رو میتونی واکنی؟ الان خواستی واکنی نشد؟ میتونی ولی گفتم که با هم تماس میگیریم میای پیشم. میدونی چجوری میتونم کله پات کنم؟ منو تهدید نکن جناب سلطان. تهدیدت نکردم، میخواستم بدونی با کی طرفی. عکس ها و فیلم های فلشی که بهم هدیه دادی همه رو دیدم. خیلی محرمانه نبود، برای من قابل توجیه. اما اون فلشی که من از تو دادم اصلا یه چیزی. تو چجوری جرأت کردی تو خلوت من دوربین بذاری؟ فروشنده ها همه شون همینجوریه، دنبال جنس خوبن برای فروش. چی میخوای؟ هیچی دیگه، هیچی نمیخوام. نمیخواد ببر. اول خواستم کنارت باشم، بهت پناه آوردم، بهم گفتی خائن، بهم گفتی فروشنده. حتی خوب یه جورایی حق داشتی. اون فیلمه، فیلم قتل خانوم آفاق، اون بیمه منه در مقابل قدرت جناب سلطان. حالا دیگه کاری به کار هم دیگه نداره. من با فروشنده های زیادی کار کردم، اطلاعات سپاه دنبال منه. حالا اون امانتی بیفته دستشون چی میشه؟ نه نمیفته. من دارم میرم. به نصیحت رفیقانت گوش کردم، پرش و خونه رو دادم رفت دلار کردم. الان هم وضعم بد نیست. اون فیلم برگه بیمه منه که شبونه کسی رو نفرستی بالا سرم یا مثل این میز پاتوق سود کنی منو رو هوا. من میرم شما بمونیم. یهو دیدی کشور افتاد دست شما، ایران سلطان خواه. اون وقت خیالم راحته که کسی رو نمیفرستی سراغم. پس یه کاری میکنیم به حرمت دنجایی که با هم دیگه داشتیم. نه تو فلشتو رو کن، نه من فلشم رو میکنم. تو هم زودتر برو. صادقانه بهت گفتم که اوضاع تو اطلاعات سپاه خوب نیست.
من برم قول میدی منو نکشی؟ اگه ایران شد ایران سلطان خواه از طریق دیپلماتیک منو بر نمیگردون اینجا سرام بکنی زیرا؟ قول قول باید مطمئن باشی یکی هست که اسم تو بازار جهانی بورس طلا حفظش میکنه. چیه این پسر اومده بشد بساطه؟ خب بله یه چندین باری اومده ولی من از لحاظ روحی آماده نمیدیدمش. اما الان بهت پیشنهاد میکنم بذار بره تو بازار، بذار جلوم بده، بذار سود کنه، ضرر بده، بفهمه کم آوردن این چی. اینا رو واقعی میگی یا تحت فشار اون این حرفا رو میزنی؟ من تحت فشار هیچ کس کاری نمیکنم که به شما ضرر برسه، همونطوری که تا الان نذاشتم. کار من اینه که نبض بازار طلا رو تو دستای با کفایت شما حفظش بکنم. آره بذار این اسب سرکش جلوم بده، شیهه بکشه، چهار تا جفتک بندازه. خب از این جفتکش هم میری دیگه. این یا میزنه همه جا رو میتره کنه یا واسه خودم شاخ میشه. چقدر آدم تو بازار داریم که واسه باباشون شاخ شده؟ دارام کننده یه همه اسبای عالمی. این که اسب خودته، بذاره یکم بالا پایین بپره، لگد بزنه، طوری نی به موقعی زینو میندازی روش و سوارش میشی. من اگه رام کننده بودم که تو رو اول رام میگه. من رامم که خبر ندارم. خب گفتین که تاریخ زمان جنگ بین ایران و روم بوده. خب بله خیلی هم عالی. خب شما که تحصیلات دارید، اهل کمالات هستید، بفرمایید ببینم تاریخ این شغل شریف ارزفروشی از کی بوده؟ میدونی از کی تا حالا ارز کالای قابل خرید و فروش شده؟ نه. از زمانی که ما به دنیا نیومده بودیم یا اگرم اومده بودیم خیلی کوچولو بودیم. ما نبودیم. اون یه آقای کاشونی بوده معاون ارزی بانک مرکزی، اون این شغل شریف رو انداخته. چه مخی داشته این کاشونیه؟ باری کلا. خوشم اومد، کنجکاو شدم. عجب فکر بزرگی داشت. فکر بزرگ داشته، ملت و اقتصاد بیچاره کرده. البته همون موقع هم یه اعتراضاتی بهش شد. آقا این کاشونیه گفت ارز باید آزاد شه. 70 تومن شد 100 تومن. مردم شب تا صبح میرفتن تو صف میخوابیدن، صبح میگرفتن 100 تومن. همون ارز 100 تومنی از صف میمدن بیرون میفروختن 120 تومن. درست مثل الان که ارز دولتی رو واسه صادرات میدن. بابا قصه خودگردانی وزارت خونه و کارخونه ها بود. ارز دولتیشون رو قطع کردن، همه شدن کاسب. ارز شد محک بازار، خط تلفن شد کاسبی، فیش حد شد کاسبی. میدونم، نمیخواد دعوا کنید. اینا شو دیگه میدونم. دعوا خب. چیه بی سواد؟ از علمیه، تاریخیه. خب بفرمایید ببینم تو این بحث تاریخی شما کدومتون برنده شدین؟ اشکان رئیس پیروز دیگه. ربطی به ریاست نداره. من اطلاعاتم بیشتره. بیا سخنرانی حاج احمد خمینی در مورد بشنو زیرم نزن. ایشون فرمودن که معاون ارضی بانک مرکزی در خزانه را باز می کند و به هر دلال روزانه میلیون ها دلار ذخایر ارضی بانک مرکزی به جیب گنگسترها ریخته شد. خوردی؟ غلط کرد. نوشید شد. چش رئیس. سلام علیکم. سلام آرام. سلام خلفی هستم. رضایی هستم. خوشبختم. سلام. خیلی خوشبختم. همه کانلو خوب. بفرمایید. قهوه میل میکنی؟ نه ممنون. ممنون صرف شد. بگم چیز دیگه بیاره؟ ممنون دستم درده. شما چی؟ سلامت باشی. من به شما قول داده بودم که جلسه چنگک‌ها رو بیارم که آوردم. اما توافق کرده بودیم فیلم چیزی از این ملاقات وجود نداشته باشه. چه اتفاقی نمیفته، یه چیزی ضبط نمیشه و مشکلی نیست. پس من تنها تو میزنم بیرون، یه کاری دارم انجام بدم و برمیگردم. با عزت. خوب هستی خلفی؟ ممنون، مرسی. بعد از چرا شما اینقدر میترسی؟ از دولت و قوه قضاییه نمیترسی و از 4 نفر دوست که افتادن تو زندان میترسی؟ خب قوه قضاییه همون دولته. دولت حداقل یه حساب کتابی داره.
ولی این چنگکو و سلطانخو هیچ حساب کتابی ندارن. اینا یه جوره گانگسترن، خیلی خطرناکن، هر کاری دلشون بخواد میکنن. اینا یه جورایی قدرتشون از حکومت ایران هم بیشتره. آقای خلفی، چنگک ها چهار تا دزد دلالن که چهار تا رشوه خوار رو برداشتن اجیر کردن و سرمایه شون اینه که شما و مردم ازشون بترسید و فکر کنی که حکومت دست اوناست. من با دیدگاه این آدم ها موافقم. حکومت کلن دست ایناست، اون سلطان خون که پشت همه ایناست. آقای خلفی، من همه اینا رو میدونم، با سند، با دیتیل ریز، اما نظام داره با فساد مقابله میکنه. سیستم ضد فساد حکومت داره فعال با اینا مبارزه میکنه. اینا تونستن یه بدن اجتماعی خوب برای خودشون درست کنن. تیم فوتبال دارن، کارخونه دارن، کارگر دارن، سایت دارن، کلی از این کانالای ماهواره‌ای دارن. مبارزه با اینا خیلی سخته. نمیشه. نه، نه. اینطوری نیست. مردم الان دارن لهله میزنن با همین چند تا کانون فساد مبارزه بشه. دکتر، مردم عوض شدن. همین انگلیس عوضی که همه قبولش دارن که روباه مکار و دروغگوه، وقتی تو اون بی بی سی اخبار پخش میشه مردم مملکت ما قبول میکنن، ولی دولت مردای مملکت ما وقتی حرف میزنن هیچ که قبول نمیکنن. حرفای اونا برای مردم ما حجته. این تهمته به مردم. توده های مردمی عمیق با این قصه مخالفن، سر صداشون کمه، هیاهو ندارن، اما کینه قدیمی دارن با انگلیس. تاریخ رو خوندن، میدونن این همه سال انگلیس باشون چیکار کرده. زنم میخواست از ایران بره، دستم رو گذاشتم رو قرآن، سه بار ازش خواهش کردم، گفتم اون کارخونه که حاصل تمام عمرم بود اگه تو بگی دنبالش در رو بنده، اگه اون کارخونه رو دو دستی هم بیارم بهم تقدیم کنن، تو بگی نگیر، نگیرم، فقط پیش ما نرم، برم بیشه من و بچه همون دیگه نمیخوام دستش بدم. آقای خلفی، برات دعا میکنم، ولی نه دادگاه میام نه شهادت میدم. برادر من، خدا که فرشته نمیفرسته کارتو حل کنه، زده پس کله دستگاه اطلاعاتی و من که بیام یه کاری برای تو بکنی. خواهش میکنم من قد درگیره یه تنسیه نکن. آقا خدا رو من همین داستان تعریف کردم. ترس این افراد داره قدرت این فاسده رو بیشتر میکنه، اونا رو هارتر میکنه برای چاپیدن این مملکت. Thank you.
شما چی از جون من میخواین؟ خودت میدونی. من رو با یکی دیگه اشتباه گرفتی. نه اشتباه نگرفتی. ما آدم های خواهن رو خوب میشناسیم. به کی خیانت کرده؟ به ملت. به دین. من خیانت نکردم. خیانت کردی. شما کی هستید؟ خادم دین؟ ملت؟ از جون من چی میخواید؟ شما فکر میکنی برداره با خاطر اجازه میدن شما و همسال شما هر کاری به دلشون خواستی من میشه بکنن؟ شما حد سپا نیستین. به شما قدرت و امکانات داده شده با جاسوسا، با دشمنان ملت، با اینا مبارزه کنید، نه اینکه از مردم شکل بگیرید. هرچی من در جنگ کردی در اختیار بردار سپا قرار میدی میری دنبال زندگیت، اگر نه که اینجا مهمون مایی. کدوم خائن رو پریدم؟ متین سلطان خواه. من هیچ وقت با متین سلطان خواه کار نداشتم. نه کار داشت. اون پاتوقه بهتر از نظرم بیم. تو با متین سلطان خواه پریدی. شما آدم های سلطان خواهید. به بخش خدمت اونم میرسید. متین سلطان خواهید. بفرمه. مرخصی دکتر محمود خورسند تا حصول نتیجه تحقیقات مجدد. البته به همت شما. سید جان داریم شاگردی تو میکنه. بله ولی خب شاگرد تخصی هستی. شما جوان بودی تخص نبودی؟ بودم ولی نه اینقدر. به دفتر مهرش کنم. چش. با اجازه. به سلامت خدا حافظت باشه. سلطان مجبورم محمود خورسند و خاطر سکوتش آزادش کنم. کی مجبورت کرد؟ اعتماد. نمیشه که همه رو کشت. وقتی حرف نمیزنه یعنی این که نباید بمیره. حداقل فعلا. نه گردن میگیره نه گردن کسی انداخته. قرار نبود تو تصمیم بگیری. من مانتیزم سلطان. ملیجکتون نیستم. وقتی تشخیص بدم برای محافظت از شما اتفاقی باید بیفته میفته. قراره تو تصمیمات منو. من قراره از شما محافظت کنم. برای همینم دارم دست موز میگیرم. الان روی این کیس سوار شدم. بهرامیانم داره حالش خوب میشه. پروندتون دوباره ظاهرن داره جمع و جور میشه. محمد علی رضایی هم که دست بردار نیست. الان وقت کشت و کشتار نیست. وقت تعامله. وقت معامله یه برد برد. سلطان نرم افزارت فعاله. صدا به عدد. فوبیا گرفتی؟ فعاله نه. بله آنتیس از خودم و خودت محافظت کن. چشم. بهت احتیاج دارم. باشه سلطان. گفتم که وقتی دیگه کار نداره قطع میکنم. خودش بود؟ فکر کنم یه دوربین یه جایی پیدا کرده. شاکیه. حتما تصاویری که کسی نباید ببینه رو کسی پیدا کرده. شاید Thank you.
همه چی از اون شب شروع شد. چشای وغزد و وحشتناک کوروش بابکی، خرخره گلوی اون نگهبانه، گیر افتادن تو اتاق. صدات در بیاد گلوتو بیخت و بیخ ببرم. همه چی اون شب عذیتم بود. حمله اول چجوری بود؟ اولین حمله رو که اصلا یادم نمیاد. خواب بودم، سه نصف شب بود. بلند شدم دیدم دارم دور اتاق میچرخم. سخت نفس میکشیدم. ضربان قلبم بالا رفته بود. خیلی حال بدی بود. احساس کردم دارم میمیرم. باورتون نمیشه چقدر سخت بود. اولین حمله چقدر طول کشید؟ یه دقیقه، کمتر از یه دقیقه. اصلا تمام حمله ها کمتر از یه دقیقه بودن. فاصله حمله ها منظم نیست. من یه راه حلی خودم پیدا کردم که فکر میکنم این حمله ها رو خفه میکنه. چه خوب، چه راهی؟ آب سرد میریزم رو سر و صورتم، این حمله ها قطع میشه. اما مشکل اینجاست که تا بخوام به خودم بیام آب سرد پیدا کنم انگار هزار سال میگذره. میخوام بدونی حمله های پنیک هیچ آسیبی نمیتونن بهت برسونن. میدونم، تو حالت عادی هی به خودم اینا رو میگم، اما وقتی حمله ها بهم دست میده احساس مرگ میکنم. خدا به در و دیوار میزنم فقط تموم شد. تشنمه گوش بندم افتاد. خب پس اینجوری میری تو کما؟ این رفتار شما خلاف شرع و قانونه. یه سپاهی ما سپاه نیستیم. خودت گفتی ما آدم های اون مردی که امون پور سلطان خواهیم. چی داری ازش؟ عالم بده برادر را، هر وقت حالش خوب شد من خبرم. بگو چی میخوای از این؟ بهت گفتم تو خودت رو لو دادی. گفتی شما آدم های سلطان خواهی، پس معلوم شد تو از سلطان خواه یک گافی داری که میتونه تو رو بیاره یه همچین جایی این بلا رو سرت بیاره. چی داری ازش؟ سلطان خواه هیچ وقت همچی کاری نمی کن. عجب خری هستی. ما نفهمیدیم این سلطان خواه آدم خوبیه یا آدم بدیه. مردی که ما می دونیم تو آدم سلطان خواهی، مدارک رو به ما بده برو به زندگیت برس. برای اینکه دستگیرش کنیم مدارک رو لازم داریم. دارم این آدم با طرف می زنم. کدوم مدارک؟ خری بیه. میگم بهت دارم مثل آدم با طرف میزنم. مدارکو بده برو برس به زندگیت. آخرم آره، مدارکو ازم میگیرین بعد آزادم میکنین. چه ارزش دیگه ای داری؟ ارزش دیگه ای ندارم ولی آزادم هم نمیکنین. از من میترسین. از چی میترسین؟ از اینکه تو تمام رسانه ها مصاحبه کنم، به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه سپاه شکایت کنم. ما که از اینا نمیترسیم. تو هم که میگی برخوردتون غیر قانونی و غیر شرعی بوده با من، ما اونهایی که قانونی و شرعی دستگیرشون میکنیم با حکم قضایی میبریمشون زندان، زندان واسه شون هتل میکنیم، با هاشون رفیق میشیم، خوش رفتاری میکنیم، با شرکاشون مواجه میشن، بعد براشون حکم میبرن، محکومیتشون رو میکشن، میرن بیرون، تازه زبانشون باز میشه میگن ما تحت شکنجه همه اینا رو گفتیم. من قانت میارن حالا تو
اگر از اینجا رفتی بیرون خفه خون گرفت چه دردم. حالا اگر رفتی بیرون زر زدی گفتی من تحت شکنجه کتک خوردم بعد رفتاری شد غیر قانونی غیر شهری این مزخرفات رو تعریف کردی هیچ اهمیتی نداره بازم عبوبت این حرف با پوست مقلاف شده تکسیف و سهم موقع هست اصلا نیم سپاه نبوده ما در جریان نبودیم اصلا اگر از اینجا رفتی بیرون هر شکل این خواست میتونی بگی سپاه با بود آدم های سلطان خواه بودن اینا رو دیگه مجازی الان به من بگو چی کار کنیم لامصب تشنمه کشنم خودم رو کثیف کردم به ما بدین همین رو حل میشه بگو واسه ما چی داری من چیزی ندارم تونست که دوست داری ما رو حسد کنی ببین مقصر خودتی نه مقصد این جایی حرف مفت زد سم کاری کنم سلطان خواهد دست از سرم برداره به خاطر اون فیلم خب پس چه کاری کنی؟ برادر هم را دنیا بیدید تنه و امانات اون فلش رو تحویلش رو میدی درست بده؟ بله تحویل میدم حتما برسون زن میخوردی حرف بزنه برادران ایشون رو برای تمام در تمیزش کنید بعدشون فضیلایی کنید لباس خوب بهشون بدید من هم به فرماندهی میگم که ایشون کمال همکاری رو بمان کرد که بتونه آزاد بشه به خونش آقا خسته نباشید فوتبال با انتخابات فرق میکنه عزیزم تو فوتبال هر کی که برنده میشه خوشحال میره خونش انتخابات اینجوری نیست که چرا رفتی داری؟ گوش نمیدی چی میگم میگم وقتی یه تیمی تو فوتبال برنده میشه خوشحال میرن خونشون ولی تو انتخابات وقتی برنده میشی تازه کارت شروع میشه حالا ما تازه کارمون شروع شده زنمون گیر داده بریم پاریس خیلی خوب زن سلطان ایران سفر پاریس نمیخواد بریم همین اردبیل خودمون من و تو بچم عزیزم یه جوری میگی بچمون انگار 10 تا ولیعهد زاییدی واسه ما یه دختر زاییدی اونم قراره بشه زن پسر مردو تو مادرت مرد بوده؟ اونو نگیم این چی میخواد؟ چیه بلوری؟ قربان جناب سید ساکتیان اومدن
ما یه قرار داشتیم با کسی. سرزده رسیدن. جسارتن راهنماییشون کردم داخل. امر بفرمایید بفرستمشون برن. چیکار کنم؟ نه الان میام. ساکتیان این وقت شب اینجا چیکار میکنه؟ رئیس همه مشاورای آقا جونمه. آمار همه دنیا رو داره. نمیدونه من تو واقعا؟ آمار نداره. مامانت بهش آمار داده. مگه میشه تو بدون اجازه مامانت و خواهرات اینجا با من خلوت کنی تو باغ؟ خوش. الان زنگ میزنم بهشون. میگم مامان با خواهرها حمله کنم بیان اینجا. و همین حرفایی که زدی راجبشون باید روبروشونم بگی یا مامانت مرد بوده تو رو زاییده. متین جانا. یه متین جان نداره که بهش بگو. بگو شما مرد بودی متین رو زاییدی. قور میزن. نه یه دقیقه با هم دیگه کیف کنی زایی تو حالا. باشیم ببینم چی میگه. سلام سلطان جوان. سلام علیکم و رحمت الله آقا سید ساکتیان. یه بار با آقا جونم گفتم این همه مشاور دور خودت جمع کردی برای چی؟ آقا سید گذاشتی رئیسشون چیزی بهم نگفت. امشب فهمیدم. از دیوارا پریدی اومدی تو؟ خواستم هم خلوت بشه هم تاریک هم کسی ندونه. وقت بگیرم عقرب و مار و افعی و همه میفهمم. هر کدوم من به یه جایی بستم. تنه نزن آقا سید. دفتر ما به هیچ کجا وصل نیست، کاملا مستقل. حالا این موقع شب خبر چی آوردی؟ جاسوسی بهمون نارو زدن، چیکار کردن؟ نه قربان، مزاح کردم. خواستم ملاقاتمون واقعا محرمانه باشه. جسارت کردم بی وقت و بد وقت اومدم. خب بفرمایید. عرضم به حضور شما که همه میدونن بوزرج مهری خیلی به شما و خانواده محترم خدمت کرده. همینقدر که شما رو تو 20 سالگی آورد تو کار نفت. اصل مطلب بودی. به خاطر رفاقتی که با هم داریم به رفقات بگو بوزرج مهری رو آزاد کنن. کدوم رفقا؟ آقا سید رفیقای ما همه رفتن. این جدیدا که اومدن واسه خودمونن دارن پرونده میسازن. دکتر جان هر کی ندونه من که میدونم همین رفقات واسه این که پارس جنوبی برسه به آزموده بوزرج مهری رو انداختن زندان به امر شما. آزموده هم رسید به اون چیزی که میخواست. خب این بنده خدا بوزرج مهری رو آزاد کنید. این آزموده مارموزه. اون طرف برات پرونده درست میکنه. آینده نگر باش. نمیشه بهش اعتماد کرد. آزموده کم آدمی نیست. آدم امای سیکسه. اگه مارموز نباشه باید بهش شک کرد. ولی من الان موندم شما چرا افتادی دنبال جیکوپوک ما؟ آقا جونم به ساتت بوزرج و مری رو کرده. آره دیگه به غیر از ایشون که شما دیگه رابطه ای نداری. هم آقا جونتون گفته هم خورده ای هم رابطه داری. زرج و مهری فردا آزاد میشه. واقعا ممنونتم سلطان رفاقت کرد. بابا به من هیچ ربطی نداره. آزاد میشه فردا. از من بود که به این گفتم حبس ابد بشه. شوخی میکنی؟ چطوری آزاد میشه؟ آدم من تو زرد از آب در اومده. پرونده بوزرج و مهری رو برده دادگاه براش حکم براءت گرفته. میاد بیرون. یعنی اگه امشب نمی اومدم آزاد میشه؟ شما نمی اومدی هم آزاد میشه. بله. ولی شما به روی خودت نیار. اصلا انگار نمیدونستی. یه فاکتور درست کن واسه آقا جونم. یه فاکتور درست کن واسه رفقای بوزرج و مهری. یه فاکتور هم بفرست برای خود بوزرج و مهری. شما پول تو بگی. بگو من آزادش کردم. بریم اون طرف لبه آتیش.
یه چایی زغالی هم با هم دیگه بزنیم آقا سید. خانمم اونجا نشسته شما رو ببینه. باشه قبول. همسرتونه. تیکه انداختی الان. زنمه بیبریم. قبول کردم سلطان. من جسارت نمی کنم. چشات داره میگه قبول نکردی بیبریم الان میری فردا پیش آقا جون اون پرونده. خوش باشی. سلام برسون. میگم زنمه آقا سید. بلوری بیا. بله قربان. این مرتیکه رو بله فردا که اداره باز شد میبریش دم صندوق اماناتی که میگه فلش هارده نمیدونم چیه. بله اونو برمیدارید میارید. پولی چیزی هر چیزی دیگه هم بود دست نمیزنید. گروشو گم کنه بره. حکم سپاه رو میبرید. همه صورت پوشیده با دستبند اسلحه زر اضافی زد حرف مفت زد همونجا آشولاشش میکنه. خب خلاصش نکنیم قربان. این از نظر من خلاصه. همین الان هم مرده است. بعدا حرفی هم بزنه علیه سپاه میزنه که به نفع من. برو. بله. تنه بعضی درخت ها سفت و سخت چسبیده پیچک حتی گاهی رفته بالا پیچک از دوش مترسک موسیقی
یه درخت سبز محکم توی خواب انگار می نرزه، دور شاخه هاش پیچیده پیچکه سمی هرزه، قیچی باق بونا خار دم پیچک و میچینه، خود پیچکم میدونه آخر قصه همینه، عمر پیچکای هرزه به یه نیش قیچی بنده، بوی عیدی که میپیچه لبای قنچه میخنده.